سلام بچه ها، خوش اومد به کانال کوهن آپولو. امروز هم میخوام یه آهنگ از شاهین نجفی به نام حضرت نان رو با هم ریاکشن بدیم از آلبوم رادیکال. خیلی حرفا در این دو واژه یا دو کلمه حضرت نان هستش که میریم و برمیگردیم بیشتر در مورد صحبت میکنیم. بریم برگردیم. خب بچه ها، خوش اومدید به کانال ما و خیلی ممنون از این که به ما انرژی میدید در کامنت ها. واقعا ما رو سورپرایز کردید و من به شخصه انقدر از شما انرژی میگیرم که با اینکه بعضی وقت واقعا وقت برای اینکه بیام ریاکشن برم و کارهای دیگر رو حالا برای آپلود کردن اینا انجام بدم دارم و باید دوباره بخوابم و صبح برم سر کار اصلیم، ولی با انرژی میشینم پای کار به عشق شما، به عشق شمایی که اینقدر خوب هستین و به ما انرژی میدید. لطفا قبل از اینکه این آهنگ رو شروع کنیم ما رو سابسکرایب کنید، برای ما کامنت بذارید، لایک کنید ما رو و میتونید اون زنگوله کنار سابسکرایب رو بفشارید تا وقتی ما ویدیوی درست میکنیم براتون پیغام بیاد و مطلع شید از اینکه ما ویدیوی منتشر کردیم و میتونید بیاد اونو ببینید. خب بچه ها، این آهنگ یه مقدار تایمش زیاده، تقریبا 9 دقیقه خورده ای هستش و من کمتر سعی میکنم صحبت کنم، اما باور کنید همین کلمه حضرت نان یک بار تاریخی داره که یه مقدار حالا اجازه بدید در موردش صحبت کنم. نان قوتیه یا غذایی که در طول تاریخ برای مردم کل جهان از جمله مردم ما حیاتی بوده و کمبود اون باعث شده که خیلی از مشکلات در کشورهای مختلف از جمله کشور ما پیش بیاد. در دوره مشروطه در ایران، همون در زمانهایی که داشت تقریبا انقلاب مشروطه شکل میگیره، در دوره مظفرالدین شاه مشکلات نان تو کشور پیش اومد، نبود مواد اولیه، جو، گندم و اینا که نان ازش تولید میشه و باعث شد خیلی سر صدا بشه. بدتر از اون در سال 1319 بودش که با ورود متفقین به ایران، و زمان جنگ جهانی دارم عرض میکنم، با ورود متفقین به ایران باعث شدش که کمبود نان پیش بیاد. حالا این کمبود نان به چه علت بود؟ به این علت بودش که ما از تولید گندم و جو تقریبا بی بهره بودیم، یعنی کشاورزان گندم و جو نمیتونستن تولید کنن، یک کمبود خیلی اندک تولید میکردن، بیشتر ما واردات میکردیم از کشورهای اروپایی مخصوصا. ولی وقتی که حالا متفقین وارد کشور شدن این صادرات قطع شد و سیلوها خالی موندش و کمبود به شدت زیاد نان پیش اومد تو کشور که باعث خیلی از تظاهرات، خیلی از مشکلات، اصلا یک نزدیک بود یه جنگ داخلی رخ بده که حالا در سال 1321 تقریبا یکی دو سال کمبود نون حالا هی می اومد، نبود، دوباره کم می شد، یه مقدار وارد می شد و کلن دو سه سال این مشکلات تو کشور بود، نبود نون. که حالا در سال همین که گفتم 1321 احمد قوام نخست وزیر وقت ایران یک تیکه نونی و جلوی خودش توی یه مجلسی میذاره، مجلسی که نشسته بودن در مورد حالا کشورهای مختلف بودن، یعنی وزیر وزرای کشورهای مختلف، و گفت این نانی که میبینین من اگر همین رو بتونم توی کشورم مشکلش رو حل کنم خیلی دیگه از مشکلات حل میشه. که حالا با وجود همین احمد قوام و اون لابی هایی که کرد، مکالماتی که انجام دادش با افراد مختلف در کشورهای مختلف، تونست دوباره واردات رو به کشور آزاد کنه و یه مقدار این مشکلات حل بشه. همین الانش هم داریم میبینیم، خب ما میشتویم نان با کارت یارانه، نان به صورت قسطی، این مشکل نان همیشه هست. حالا از اون سمت هم میتونیم بگیم شاید این کلمه، این واژه اسپورز گذاری روی این ترک، شاید حضرت نان خود نان نباشه، با اینکه میگم خود نان هم اگه باشه توجیه کاملا منطقی براش هستش در طول تاریخ ایران، ولی ممکنه کلن منظور مثلا اون مشکلاتی که وجود داره و تغذیه غذا یک چیز خیلی بزرگ شده، یه اولویت اصلی خوب هستش، ولی این اولویت یه جورایی داره به آرزو تبدیل میشه تو برخی از وسایل و در برخی از خانواده ها. حالا خب میریم با هم دیگه این آهنگ رو گوش میدیم. کاور این آهنگ هم کاور کل آلبومه که آلبوم رادیکال باشه،
یک جمجمه ای هستش که حالا مو داره، ریش داره و یک گلی از توی اون چشمی که حالا خالی هستش چون جمجمه هست در اومده، همینطور یک بال فرشته و از اون سمت هم یک کله اژدها دیده میشه. در این رنگشو خیلی دوست دارم، رنگ اون پس زمینشو، خیلی رنگ زیبا و دلنشین و آرامش بخشیه. خب بریم و گوش بدیم آهنگ. میگم یه مقدار زیاده، حالا اگر بشه من یک جایی رو سعی میکنم کات کنم تا حوصله شما سر نره. اصلا همین آهنگ اولش رو میبینید انگار غم و غصه و ترچی مشکلات تو این آهنگ داره اینجا انگار حرف میزنه با آدم. اول کار میبینید توی حالا از جایی که ورس شروع شد و داره صحبت میکنه و داره آهنگ رو میخونه، خواننده نگاه کنید چقدر با زجه و چقدر با حرص و عصبانیت داره میگه کجاست بوی خوشت، بریده شد به کجا برکت تو، با حرص داره اینو میگه. و شاهین نجفی از اون دست خواننده هایی هستش که با بیان هر واژه میتونه دقیقا اون واژه رو جلوی چشم تو بیاره. خیلی از اینجور واژه ها من دیدم و این حرکات رو انجام داده توی آهنگ ها، اون کلمه اون واژه رو دقیقا جلوی چش تو واسط باز، یعنی یه کاری میکنه که ببینی اون رو. این خیلی یه کار فنی و حرفه‌ای و کار فوق‌العاده‌ای که توسط خواننده داره انجام میشه، واقعا هنرمنده یه چنین فردی. جالبه شدی چون مهنت من، مهنت همون بلا میشه دیگه، چرا بلای جون من شدی؟ من مگه زحمتتو نکشیده بودم؟ جالبه واقعا. کشیدم نمگر زحمت تو، که اول کار زدم به صبح بی پنیری، یعنی فقط نون نیستش، یعنی کل اون مایحتاج زندگی فرد رو داره نام میبره که یه جورایی میگن در واقع برکت زندگی کم شده، یه چنین چیزایی حالا در عامیانه اینو میگن. کلن این مشکلاتی که پیش اومده کل زندگی طرف رو تحت تأثیر قرار داده. اینو خواستم بگم که فقط نون نیست قضیه اینجا. نمازم را قضا کن. من حالا برداشتم بیشتر اینه که شنیدیم میگن فقر باعث از بین رفتن دین و اعتقاد میشه، من برداشتم اینجا این بود که نمازم را قضا کن، یعنی که دیگه از گشنگی نایی ندارم چه برسه بخوام بیام حالا عبادت کنم. یعنی دارم خفه میشم، درون خودم دارم غرق میشم، در چای خیشم درون خودم دارم غرق میشم. حالا برداشت من اینه، یعنی از بی کسی، از مشکلاتی که دارم در خودم دارم از بین میرم، دارم به انزجار میرسم.
ماتم در خیابان شهید حضرت نان به سگ دوهای مانتم به این پایان پایان کسی باید بیاید مرا در خود بمیرد شوم تو دعا بشوی به تو سجده کنم و خدا بشوم به تو حلقه شوم تو دعا بشوی به تو سجده کنم و خدا بشوم بزنم برکم که رها بشوی بزنی که تو مبتلا بشوم به تو حلقه شوم تو دعا بشوی به تو سجده کنم و خدا بشوم به تو سجده کنم و خدا بشوم. یعنی از بی از گشنگی زیاد یه جورایی نان شده خدای من، یعنی نان شده همه چیز برای من، یعنی حرف اول و آخر نان میزنه، این حضرت نان میزنه، واقعا اسمش رو روش گذاشته حضرت نان. فوق‌العاده تونسته تا اینجا بیان کنه اصل مطلب. تو حلقه شوم تو دعا بشوی به تو سجده کنم و خدا بشوم به تو حلقه شوم تو دعا بشوی به تو سجده کنم و خدا بشوم. رفقا اون قسمتی که گفته بود در چای خیشم، اینجا نگاه کنید این موزیک کلن آدمو داره جلوی چشم آدم میاره، این درون چاه بودن و انگار یک فردی داخل یک چایی هست در تنهایی مطلق داد میزنه، اون صداش داره تای چاه میاد بیرون و به انزوا رسیده کامل. واقعا قشنگ جلوی چشم آدم میاره واژه ها رو، واقعا دست مریضات. واقعا هرجومج اون مشکلات جدلها همه رو داره تو این آهنگ و این موسیقی بی کلامی که بیشتر آهنگ رو در بر میگیره داره واقعا نشون میده اینجا. یعنی یه بحثی هم هستش که خیلی جالبه اینجا بگم بهتون. من احساس میکنم حالا اگه شما اینطوری تو کامنت ها بذاری یا اگه دیدید، ما بیشتر عادت داریم که موسیقی با کلام گوش بدیم، یعنی اون قسمت از موسیقیه که حالا پخش میشه و بی کلام هستش و بی حوصله ایم و دوست داریم از بین ببریم، گوش ندیم، بریم جلوتر، بزنیم جلو، یا اصلا موسیقی بی کلام خیلی کم گوش میدیم. اگر شما به همین شکستید، من الان نمیدونم این تو کل دنیا به همین شکله یا حالا تو کشور ما به این شکله که خیلی بی حوصله هستیم و دوست داریم فقط موسیقی با کلام گوش بدیم. خب بچه ها متاسفانه به خاطر اینکه تایم برنامه خیلی زیاد میشه، من با اینکه دوست داشتم تا آخر این موسیقی رو گوش بدیم، موسیقی بی کلامو، اما عذرخواهی میکنم ازتون و داخل کانال یوتیوب اسپاتیفای هستش، میتونید برید کامل این رو گوش بدید. من خودم بارها مطمئنن این رو گوش خواهم داد و این حس و حالی که واقعا اون قسمت با کلامش داشت چند برابرش رو این قسمت بی کلام هم داشت تا اینجا که گوش دادیم. و متاسفانه به خاطر اینکه میگم وقت برنامه زیاد میشه و از حوصله به دور میشه و تایم خیلی بالا بره، حالا زیاد هم خوب نیستش، من شما رو ارجاع میدم به اینکه برید و این رو در کانال یوتیوب حالا یا اسپاتیفای گوش بدید و لذت ببرید. در آخر برنامه هم عرض کنم خدمتتون که ما رو لایک کنید، کامنت، سابسکرایب و زنگوله فراموشتون نشه.
دوستتون دارم، همیشه با عشق باشید و از خودتون مراقبت کنید. فعلا.